ببینید خواهش می‌کنم می‌ذاره به این حرفی که من می‌ذارم فکر کنید. می‌دونم هم که پذیرفتن حرف دیگران در زمانی که آدم سخت زیر فشاره بسیار کار مشکلیه، می‌دونم اینا. ببینید مرفه در این کشور دنیا که بریتانیا هست و قدرتمندترین کشور جهان که آمریکا هست، همه‌شون مثل خر تو گل موندن. اینو داشته باشیم، به خاطر اینکه مشکلاتی رو که توی 60 ساله گذشته به وجود اومد رو آنچنان بزرگ کردن که همه مثل خر توش گیر کردن. شما فکر نکنید که فقط ما هستیم. خب اینو داشته باشیم. به همین جهتی لحظه خودتون فکر کنید چجوریه که کشور کوچولویی مثل ایران که تونسته 40 و چند سال دنیا رو دست بندازه، چجوری تونسته؟ خیلی سوال خوبیه دیگه. جواب اینه که اون وضع خودشون خرابتر از این حرفاست. بنابراین فکر این که شما در یه نقطه گیر کردید که اون نقطه راحت پیدا نمی کنید توش، بعد فکر کنید که برید یه جای دیگه که زبونش هم نمیدونید و مقرراتش هم نمیدونید و همه اینا، بعد بتونید رد شید، همچین جایی تو دنیا وجود نداره. توی لندن یه چیزی حدود 1.5 میلیون نفر توش زندگی میکنن. تا 20 سال پیش 5 تا 6 تا کتاب فروشی بزرگ داشته فارسی، خب هم کتاب فروشی هم ناشر، و کتاب خونه درست شده با پول آدم های ثروتمند. دوتا کتاب فروشی رایگان، یعنی هر ایرانی میتونست بره اونجا بشینه، هر کتابی دلش میخواد، هر روزنامه که دلش میخواد، هر مجله که دلش میخواد بخونه. خوب اینا، ولی این زمانی که داریم من و شما با هم صحبت میکنیم هیچ کدوم اینا نیست. همه اینا تعطیل شده به خاطر اینکه ایرانیای محترم نه کتاب دوست داشتن بخونن، نه دنبال این کار رفتن، نه دنبال شعور رفتن، هیچی. اولی که وارد شدن دنبال این رفتن که راهی پیدا کنن، کلاهبرداری کنن. ماها واقعش اینه، من بپذیرید الان همسن و سالای شما تو ایران جز خوشبخت ترین همسن و سالاتونن. تو ایران دارم میگم خوشبخت ترین کسانی که در سن شما هستن. شما همسن و سالای خودتون در آمریکا هم به اندازه شما خوشبخت نیستن. شما الان هر جای ایران چه تهران چه بقیه جا برید به حال زیر سختی میخوابید. در هیچ کشوری تو دنیا یه سیستم مادر یعنی دولت وجود نداره که این همه کمک بکنه. نه باید کمک عمومی رو دارم میگم، شخصی رو نمیگم. یعنی یه بیمارستان وجود داشته باشه که برید تو میپذیرتون،